سلام، چرا سپاه مانع از کسب درآمد مردم سراوان میشه؟ هشتگ ها و روایت ها از شمسر و سراوان خواهد گفت. ساعت 8 صبح دوشنبه در منطقه شمسر سراوان چه گذشت؟ بعد از آن در فرمانداری سراوان چه اتفاقی افتاد؟ به این موضوعات برمیگردیم. اما از صبح دیروز در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های سراوان، سراوان تنها نیست و سراوان خونین با مطالبی از حادثه منطقه شمسر شهرستان سراوان منتشر شده. در میان مطالب حمایت سرکردگان گروهک منافقین و سلطنت طلب‌ها از این هشتگ‌ها هم دیده می‌شود. از هشتگ سراوان تنها نیست استفاده می‌کنم. از دیروز عصر نیز در شبکه‌های ماهواره‌ای سراوان به سرخط خبرها آمد. تیتر اول امشب سراوان به خاک و خون کشیده شده. از سراوان خبر رسانی نشد، روایت سازی شد. روایت سازی که برای مردم ایران بسیار آشنا بود. گلوله هایی که این بار نصیب سوخت بران شد. ابتدا از آمار سازی آغاز میکنند. ضریب دادن به آمار فوتی ها. کشته شدن دست کم 10 سوخت بر. دو فوتی میشود. از 2 نفر تا 10 ها نفر. بیش از 30 نفر ذکر کردند. تا دیروز که همینطور میگفتن 14 نفر کشته شده. تحریک و جریحه دار کردن احساسات مرحله بعدی است. فقر فراگیر، استفاده از جملاتی همچون نان به قیمت جان، مردم در فلاکت و سرکوب خونی، تیراندازی به سوخت بران در مرز، آتش خشم مردم را برافروخت. هوای سراوان امروز بوی دود و آتش. حالا نوبت به مقصران حادثه میرسد. با دخالت سپاه به خشونت کشیده شد. تیراندازی دیروز نیروهای سپاه بعد از اون شروع شد. در اینجا مثل همیشه نهادهای حکومتی و نظامی عامل و عامر هستند. بر معبر همین باری که راه هم پای سپاه پاسداران در میان است. این بار سپاه مقصر اصلی حادثه معرفی می شود. تمام این مشکلاتی که الان توی اون منطقه در ارتباط با کشتار هست، متاسفانه با مدیریت سپاه پاسداران، بخش مرداد سپاه پاسداران هست. تلاش برای زیر سوال بردن طرح رزاق که قانونی کردن فروش سوخت به جای قاچاق سوخت است توسط این رسانه ها، کسب درآمد حاکمیت و سپاه از طریق ایجاد مافیا و قاچاق سوخت و منافع اقتصادی سپاه نامیده می شود. صحبت ها بر سر این هست که سپاه پاسداران خودش در کار قاچاق سوخت دست داره. شبیه سازی حوادث سراوان به اعتراضات آبان کلیدی ترین بخش سناریوی این رسانه هاست. ریحانه، دوباره یک فاجعه به معنی واقعی کلمه اتفاق افتاده. یادآوری اونچه که در اعتراضات 98 گذشت در نیزار ماهشهر بسیاری یاد اون افتادم. و حالا نوبت به تسری آن به دیگر نقاط کشور میرسد. اتفاق سراوان قطعا با توجه به شرایط این استان آخرین اتفاق هم نخواهد. تا اعتراضات تداوم پیدا کند. اعتراضات ادامه دارد در حال حاضر. خشم و سرکوب. تکرار سرکوب. پیوند زدن سوختبری با کولبری. پدیده سوختبری یا کولبری. سوختبری در سیستان و بلوچستان همچون کولبری در کردستان. معرفی سپاه به عنوان رقیب اقتصادی مردم بلوچ. مذهبی کردن حادثه سراوان. سیاست مشت آهنین با مردمی که بلوچ هستند و سنی مذهب هستند برخورد بکنن. و تحریک عواطف قومی و نژادی. حکومت صنایع رو اونجا نمیبره. اما آنچه که در سراوان و شمسر گذشت را معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان دیروز توضیح داد. خب روز گذشته تجمعی رو در پشت مرز مشاهده شد. تجمع انبوهی بود از جمعیت سوختبران، کسانی که غیرقانونی مبادرت به در واقع انتقال سوخت به کشور پاکستان میکنه. البته تقریبا بیش از 2 ساعت مذاکره انجام شد با اینها که ما را در واقع پیشنداری بکنن و در چارچوبه در واقع اون قواعدی که در نظر گرفته شده از همون گذر وارد بشن. ظاهرا تجمعشون اونور منجر به تیراندازی از توسط مامورین پاکستانی میشه. بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده. با این وجود رسانه های بیگانه تلاش کردند حوادث دیروز را با نام اعتصابات سراسری همچنان ادامه دهند. اما ویدیوهایی به دست ما رسیده که برخلاف ادعای رسانه‌های بیگانه، شرایط شهر سراوان رو مردم جور دیگه‌ای روایت می‌کنند. تصاویری که می‌بینید از شهر سراوان هست. امروز همون جوری که می‌بینید خیابانا شلوغه، مغازه‌ها بازه و مردم به خرید و فروش خودشون دارن ادامه میدن و امنیت شهر برقراره. و می‌بینیدم که واقعاً شهر کاملا امنه. البته تصاویر جعلی و شایع هم کم نبود. گروهک های معاند و تجزیه طلب با استفاده از عکس های آرشیوی مادری در پاکستان
و خودرویی به گلوله بسته شده در سودان و تصویری که متعلق به یکی از شهدای کشمیر نیز که در سال 2017 منتشر شده بود، سعی دارند این تصاویر را مرتبط با حادثه سراوان جلوه دهند. متاسفانه در فضای مجازی و سایت‌های غیر نظام، ضد نظام، عکس من بانوان کشته شده های مرز در درگیری سراوان پخش شده. در ایران نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ حقیقت سراوان به تحرک گروهک تروریستی جیش الظلم در این حوادث اشاره کردند. کشته شدن چند نفر، آن هم در خاک پاکستان، و جلوه دادن آن به نام نظام ترفند گروه جیش الظلم. لطفاً نظرات و ویدیوهای خودتون رو درباره مسائل مهم روز برای صفحه هشتگ‌ها و روایت‌ها به این آدرس ارسال کنید. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.